سازمان ملل متحد روز جمعه نگرانی خود را در مورد فعالیت گروه‌های شورشی خارجی ابراز کرد، ولی حکومت طالبان نگرانی‌های امنیتی را رد می‌کند. در همین حال حکومت پاکستان هشدار داده است که اگر به تهدیدهای ناشی از افغانستان رسیدگی صورت نگیرد، می‌تواند دامنگیر دیگر کشورها شود. در ادامه نارمی‌های اخیر در افغانستان، ولایت بلخ روزهای اخیر شاهد دو انفجار بوده است. برای بررسی وضعیت امنیتی و تحلیل نگرانی‌های ملل متحد و پاکستان از حضور شورشیان خارجی در افغانستان با آقای جاوید سنگدل، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی صحبت می‌کنیم که از شهر ژنو سوئیس در برنامه با ما هستند. آقای سنگدل سلام، روز شما بخیر. گروه نظارت یا به عبارت دیگر یک تیم نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارشی را نشر کرد که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان گفته که گروه‌های تندرو یا شورشی خارجی از داشتن آزادی بیشتر در این کشور استفاده می‌کنند، اگرچه که طالبان حضور و فعالیت گروه‌های تندرو خارجی را تا به حال رد کرده. حالا به نظر شما چقدر این نگرانی ملل متحد بجا و واقعی هست؟ سلام بر شما. ما فکر میکنم که یک تهدید بسیار بزرگ در نخست برای افغانستان برای جهان است، به خاطر اینکه همیشه جهان از کشورهایی که پناهای هم برای دوستا بوده تهدید شده و باید جهان دوباره تمرکز بکنه، نه ابزار سیاسی بلکه واقعا مشکل اساسی را در افغانستان و به خصوص پاکستان تحلیل و ارزیابی بکنن و از این مشکل کشورهای اولقدرت منطقه و جهان سیاسی استفاده نکنند و واقعا یک برنامه برای حل این معضله داشته باشد تا بتواند نه افغانستان را تهدید بکنند، نه منطقه را و نه جهان را. افغانستان متاسفانه در شرایط تقریبا 24 سال یا 25 سال پیش روبرو شد امروز، عین شرایطی که در 24 سال پیش در افغانستان بود در زمان طالبان، ما در یک چنین شرایط قرار داریم. اگر کشورها دوباره متوجه نشن و یک برنامه واقع تطبیقی رو روی دست نگیره، من فکر میکنم تهدیدی بسیار کلان در متوسط مدت برای جهان باشه. سه روز قبل شاخه داعش، البته این خراسان، مسئولیت حمله بر محمد داوود مسمل والی طالبان در بلخ ادعا کرد که در اون حمله والی طالبان و دو تن دیگر کشته شدند. چه ربطی را شما بین او حمله انتحاری بر والی طالبان و خبرنگاران در یک مرکز فرهنگی دیگه میبینین؟ آیا واقعا گروه های تندرو خارجی در این حملات دخیل هستند یا مسائل دیگه هست؟ خب سه فاکتور میتونه باشه در اینجا. در نخست بتونه طالب ها به نام داعش یا به نام دیگر ها بتونن کسانی که مخالفین از ایناس متضرر بسازشان. دوم، کشورهای منطقه و یا فراتر از منطقه وقتی خود را در سیاست های کلان طالب ها نبیند، میتونند اونا در پشت این مسئله باشه. و مسئله سیومی است که داعش، بعض گروه های داعش از طالب ها فاصله گرفتن و عمل کرد طالب ها را مطابق با مو ایدئولوژی خود نبیند، بنان میخواهیم که طالب ها را متضرر بسازند. و در این مسئله فکر میکنم که طالب ها خمالدار نمیگن که مشکل اساسی در کجا است و همیشه اونا تاکید کردن که افغانستان تهدید نیست برای کشورهای دیگر یا برای منطقه. اما ما شما تحلیل میکنیم و میبینیم که افغانستان در خط اول میتونه برای کشورهای دورتر از منطقه تهدید باشه تا زمانی که یک راه حل برای پیدا شود. راه حلی است که جهان قسمی که برای افغانستان و برای مردم افغانستان تعهد کرده بود که افغانستان را تنها رها نمیکنند و با افغانستان هستند، در این باید به متعهدات خود وعده بزن و ادامه بدن کمک های خود در عرصه های مختلف تا یک حکومت قانونمند بیاید و بتونن ما شما از یک حکومت قانونمند پرسان بکنیم که چی مشکل در افغانستان است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان همزمان با این انفجارات هشدار داده که اگر به تهدیدهای ناشی از افغانستان رسیدگی نشه، میتونه دامنگیر دیگر کشورها شوه. به نظر شما نگرانی پاکستان از نامنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به خاطر چی هست؟ در صورتی که نامنی حتی در زمان حکومت پیشین هم که طالبان می جنگید وجود داشت، اما پاکستان به این شدت اظهار نگرانی نمی کرد. خب تهدید کلان برای جهان در نخست پاکستان است، به خاطر اینکه تمام گروه های شورشی و گروه هایی که در منطقه فعال بودند و خصوص در گذشته طالبا در پاکستان تربیت شدند و از پاکستان عملات خود در منطقه و فراتر از منطقه انجام دادند. من فکر میکنم پاکستان اگر میخواد که این مشکل کلانتر نشد، در نخست باید اول تغییرات مثبت را در داخل خاک خود پاکستان به وجود بیاره و بعدا میشه که تاثیرات فوق العاده بالای در مناطق افغانستان و در سرحدات افغانستان داشته باشد. تمام دنیا میفهمد که ریشه اساسی تروریسم و گروه های شورشی از گذشته تا امروز در
پاکستان ریشه گرفتن، در پاکستان تربیت شدن و پاکستان از این برای منافع خود استفاده کرده و اگر پاکستان در عملکرد خود صادقانه رفتار نکند میتونه دامنگیر سخت پاکستان هم در کوتاه مدت یا متوسط مدت باشد. تشکر از شما آقای جاوید سنگدل، تحلیلگر سیاسی و همچنین استاد دانشگاه در ژنو که تحلیل خود در مورد نگرانی ملل متحد و کشورهای منطقه در ارتباط با حضور شورشیان خارجی در افغانستان بیان داشتید. روزتان بخیر، کامیاب باشید.